دوستای زم سلام عرض میکنم. شفیع یارستم. امروز 20 سپتامبر سال 2016 باز هم در خدمت ما. شماره تلفن ما می باشه و شما می تانید. شما می تانید که پیشنهاد اگر دارین، اگر انتخاب نظر دارین یا اتا اگر دام دعوای دارین، شما می تانید یا مطرح و موضوعات بحث های ما در برنامه های ما فکر می کنم که ایماری بوده، یعنی ما فکر می کنم تا اندخل ما کم کم تانستیم و کشش کردیم یک دیگر را بفهمیم و این یک قدم اول هر زمان که ما بخواییم وطن خدا بشکل بهتر است. که دوست خدا لایده من خدا لایده که موافق و مخالف هم صحبت گپای ضروره با وضاحت بیم، در دای دل که داریم با وضاحت بیم گپای خدا. اگر یک رای نمیافین که گپ دلتانه به یک شکل خوب بگوین، انوز هم را پان نکنین. اگر فکر میکنین کمی رقمه که بگویم شاید دار دلخراش باشه، خیره کته ما ادخل رو نکنین. ما یک آدم استم که گپای دلخراش هم میتونم وردارم، چون ما در یک شرایط مختنق در وطن خود زندگی میکنیم. بناهن ما خوش دارم از شما بشنام. شفیع یارس دوست از امروی خط بسین بفرمایید. بله. خب ما کنه ما کمک مایک برای خود نزدیک میمانم. صدا در خود تلفن صحیح است؟ شما صدای مرا در اوجه در تلفن ما کاملا درست هستیم. تنها صدای شما قطع میشد. همیاد از فیلم درست شد. بسیار خوب. برای دعایی که یک دره شکایت کنن بخاطر این دو آقای میخوایم که پیش ازی که تلفن های دان بیزی شد. بله. بسیار خوب. بسیار خوب. خب گفتین از خاطر جادو کدام پیغام داشتین؟ به خاطر جادو دفتر و افتر باید همراهشان کار میکنیم. چرا که بزرشیم که باول همه تلفون رو پخش کنم برای دی که از تمام بیرندهای خودم که ما میخواییم که تلفون رو خود پخش کنن و خودم آلایت این آلایت وقتی که همراه جادو صحبت کردیم کار کردیم دارم مشکل از ما ای تا اونا بلاخته که هم اگر مشکل امرو داشته باشه و جادو سپو و موجه زنگ بزنن بازم داشت و دیگه ای که اونا سافتویر در زیاد نمی که زیاد کن با اون خاطر این فشار که زیاد نه باز خودش زیاد سنک میشه و یا سرچ میکنه جرخک میکنه، اما او از سل روز این مشکلات اگر از سل روز باشه ما در ویبسایت خود که yeah.org و هم سنان به راکرو و جلوه و به پیج شفیع عیار پیج و به لایف استریم ما هیچ مشکل نداریم. از آخر سر ما کمک کردن هم میتونیم کسایی که مشکلات داره، اما اهل مشکلاتشون همراه خود جادو سپورت. بسیار خوب. زیاد تشکر. اما درست است تشکر کردن وقت داریم آره شما و ما میتونیم با تشکر خانم صبرینا لطف کردین از ما شما خدا ما یک سلسله کارام میتونیم برای ازی که شما ما را خودتر دیده و شده بتانین و یک سلسله شما کنین. مثلا جادو را زنگ دهین، حتمی نمره جادو را دارین و جادو سپورت هم یک نمره است، زنگ دهین، یک شکایت کنین
تلویزیون دیدن هم میتونیم باز اونا حتمی گفت که ما را جد میگیرن وقتی که ده سی صد دانت برشان بیایه باز میبینن که مشکلشان و غیر از دو خوبترینش همی در آب.org است در شفی ایار پیج کسایی که ما در فیسبوک ما هستیم در شفی ایار پیج اگر رو کلیک کنین در مود سراز در بالا نشتش در لایف استریم باز دوام میتونین بفرمایید دوست عزیزم شفیع یار است به خاطر این خدا معرفی کنین. آقا یار سلام میکنم از خدمت شما تشکر میکنم از شما یار جهان تشکر میکنم تشکر آقا یار من تو بلانکار شما گفتیم که در افغانستان اقوام اقدر تفصیل شده که رهبریت قوم دیگر نمیکنم این چیز آقا یار حقیقت نداره برای برای خودشان کم پرستیدن که مردمان با اونا رجوع نمیکنن مثلا دستان با هم دیگه نمیکنن مثلا ماهای بشر دوست میدینید که بارم فاق یه بارم وطن دوست هست زیادترین طرف داره دو از اقوام دیگر است از اقوام خودش نیست اقوام پشتون است تاجک است ازبک است و از قوم خودش ها کنتون نفر جنرسوار محکب و خلیلی بواره که اکیف کرده ما خود اگر از قربل هستم ولی ما آرزو دارم که اگر آقای بشر دوست رایی که جمعون شکر دوست عزیزم اگر یک مسئله می بود من میتونستم که او را در ایجا مطرح بکنم اما شما تقریبا از کابل تا مزار تا پنج شیر تا قطع آمد و مسجد و هم از اینا را مطرح کردین و نظر شما را مردم شنیدن از این خاطر من در این نمیتونم که علاوه بکنم به خاطر از این که تمام برنامه را ما باید گپ بزنم به ما زیاد شکر روی خط هستین دوست عزیزم شفیع عیار هستم برنامه زنده ایم هسته خود معرفی کنین بله بفرماین دوست عزیزم بفرماین خود معرفی کنین تشکر تشکر دوست عزیزم ما خوب هستین تشکر من میخواستم سر نامی که امضا شد از طرف اتمر و نماینده گلپوری بله میخواهیم که
هم ما فامیلی بود، کلش هم فامیلی بود، یعنی در یک موضوع جانوهی گلبودین یکی از خواستهایی شد که باید در سه ولایت بود باش داشته باشه. یک باهاش مثلا کارمند ها یا باردش یادگیش با کدام اندازه باشد. دو مسئله سومش که باید امریکایی ها از افغانستان کاریجا برای دور شود. از این آقا این فکر کرده که امی اوائید را برای خود خواسته مصارف شد، وقتی که خارجی برآمد آیا برای ما کمک میکنه؟ این را پس دوباره که باش از این محترمه بدن. یعنی منظور شد یعنی منظور شما ایست که در پای خود تیشه میزنه؟ شاید همه داری اگر بودم بله. باشم بله. در قدم دوم بباشه، در قدم دوم وقتی که تو در سی ولایت چرا بوده باش کنی؟ اما هر ولایت را که خوشداری و میخوایی عدبش از سی ولایت یعنی چی خواهد بوده باشن محترم کفی ایار بله. دیگه اینال پس بنان یعنی سی موضوع یک قسم آدم ناراحت می سازه. باز کدام موائد افغانستان هست؟ کدام پول افغانستان توی بیقدر برای خود تقاضا کردی؟ این مردمی که یک توتنانی دارن یا ندارن یا برای تو مصرف کنن، پس با این مردم دیگه پیش از پیش برای خود قبرا بکنن دیگه بیشیدن منتظر. بله ها. شما خود معرفی نکردین دوست؟ من فوزی سو از کلادا خانم... یک دفعه زنگ می زنم گاگای. بسیار خوب خانم فوزی ما خوشحال شدم زنگ زدین. ما بر شما تلویزیون گپ میزنم اگر خلاص شدین شما را قطع وقت شما را نمیگیم شما را به خداوند بسپارم تشکر شما بشنام تشکر شما. تشکر خانم فوزی عزیز. در قسمت موادی که در توافقنامه است بسیار مسائل مهمه. هم یک قسمت را که شما گفتین که برآمدن خارجی ها یکی از شرایط موافقت نامه است، اگر من اشتباه نشیده باشم ما ایرا نشدم و انوز خودم نخوندم، یعنی از طریق میدیا شنیدم، اما در متن از این توافقنامه چیزهای زیاد وجود داره که درش باید بسیار توجه صورت بگیره. ما در برنامه دیگه ایم در 305 این مسئله را مطرح میکنم و یک مسئله بسیار مهم است. زیاد تشکر. بفرمایید دوست عزیزم روی خط هستین، خدا معرفی کنین. شفیع عیار است. سلام برسه. سلام عرض میکنم. همچنان سلام خدا به شما تمام کارکنانتان تقدیم میدارم. تشکر. آقای روزبه ایستم از مدرسه خدمت تبرک میکنم. سلام آقای روزبه، بفرماین. سپاس از اینکه در مدت 5 سال تمام زمان را کشیده دینیت ما روشن ساختی و خصوصا که ما را از عذاب قبر و دیگه از آنها نجات دارید. تشکر از شما سید. تشکر. دو سوال دارم صاحب. یک سوال به ایست که امی کلمه برس در قرآن شریف آمده باید نی و سوال دوم نیست که شما یک تفسیری بسیار خوب سر روز قیامت کردین اون روز بله. ولی سوال در اینجا برای من خلق میشه که اگر در شرق دنیا روز باشد در اونجا قیامت شود و در غرب دنیا ما توسط ساتلایت و تلویزیون یک قیامت دیده میتاریم یا در شب و روز در دوش یکی میشه؟ و با این ترتیب یک پیشنهادم خدمتتان دارم، اگر جاز داشته باشه او را هم خدمتتان عرض میکنم سید. بله بفرمایید. پیشنهاد من الان سید ای است که خود شما فرموده که اگر یک انسان درد را وقت احساس میکنه که خود از به او درد مبتلا باشد، اینال مشکلی را که در زمان آمدن مجاهدین ما احساس کردیم ممکن به شما اینمی گفت نباشد، مثل اینکه در زمان خلقی ها شما بندی بودیم امو احساس ما نداریم که چی مشکل سر شما پیش شده و خدا اینمی قهرمان ها اکثریتش قهرمان نه بلکه مختری این است نامای زیار مختری بارید در جهان اسلام اولین اختراع اینمی ها کرده که رقص مرده که میر دستر زدن و سینه بریدن و اشکال از اینه اینا میان قرمان نیستن سر فقط یک پیشنهاد رایت یک برادر برای شما ایستک بسیار خوب آقای روزبه پیشنهاد میگیم این ایستک ایستک که شما یک شخص پیشما هستیم که در حالت انتخابات آینده انشاءالله به صفت یک رئیس جمهور از اندام کنیم بایی که مثلا شما در بخش وزارت اقوام و قبائل صحبت میکنیم من حیث از اینکه کمک تجربه دیگر دارم ایرانی وزارت یکی از بخش های استخباراتی افغانستان در برابر پاکستان است. بله.
و اگر شما رئیس جمهور شد برای خواهد گفتیم که آجی روزوی یک دو تا ریاست دیگر رو می دایر کنیم و اون وقتی که خواهد فهمیدیم که در این منطقه چی گفا می کنیم بسا بلاش ما اصلا خدمت دارم دو کلمه را عرض کنم و وقت هم نمی دارم بسیار تشکر آقای روزوی تشکر آقای روزوی در این که وزارت اقوام و قبایل آیا یک شبکه جاسوسی افغانستان برای پاکستانه ما فکر میکنم تا حدود در زمان داوودخان اینا یک دقیقه ایره تلاش کردن که از این راه استفاده کنن اما برعکس استفاده دشمن از ما در مقابل ما از امی وزارت به این نهایت زیاد بوده بنان ما بهتره که ایره نداشته باشیم او چیزی را که ما میخواییم مثل از که ما ایتی یک بم انداختیم سر دشمن امو بم هم پس در سر خود ما گزلک کردن یک ده تا بم بدگام عالمی وزارت قبایل و چیکست این یک شبکه جاسوسی پاکستان برای ما است یک ثانیه دو سایزم دیگه ای که آیا برق و رد آمده در قرآن برق و رد آمده اما برق که انشتاین اختراع کرده این برق نامده اگر منظورتان ازی است و در قسمت پرمانا هموطنهای عزیزم نظرات مختلف دارن گفتین ما از مجاهدین ندیدیم ما 5 سال که زندان بودم رقمش دیدیم ما مجاهدین زیادتر شناختیم اما کلشان یک جایی این رقم قضاوت نمی کنم بفرمایین دو سایزم که لاینتان گرفتن نتانست مزرد می خواهیم دوباره زنگ دین دو سایزم روی خط هستین بفرمایین خدا معرفی کنین آقای زبیولا بفرمایید خوب هستین ان شاء الله وقت گرام با شما وقت جوان یک موضوع مهم در رابطه با شاید افغانستان می خواهیم سوالی تحلیل من به ارتباط در من به ارتباط تحلیل شد چون این از شما وقت های افغانستان را با جای من تحلیل بکنید بله باید در کامل شما بیانگر ترخ باشد بله. اینمی موضوع افغانستان پروگرامای شروعش از سال دایستا و داود و بسرسلک هم بخاره دم بخدم کل ازی در یک سطح تاو خلاده پرانداری شده ای که احمد محمود میکنه و ای در گرار بایدی محمود میکنه در پلیده است پاکستان و ایران بایدی میکنه اینا قدرت از وان نیست اینا یک سب از کجا به نظر شما است؟ از کجا به نظر شما است؟ از کی است به نظر شما؟ شما لطف کنین بگوین به دوستان. به نظر من این قدرتی که اول اروپا بود توسط جنگ دوم جهانی به یعنی کی ما نمیفهمیم که ما نمیفهمیم کدام قدرت ما شخصا نمیفهم کدام قدرت اگر بزنین شما بگوین بیننده گوششان به شماست امروز کسی که تمام تکنولوژی پیش دستون خب یعنی شما حاضر نیستین که مشخص بگوین ها مشخص خود دولت امریکا خود دولت امریکا خود دولت امریکا با قدرت اروپا یک جه و در پاریس خودش در رول نبود که پروگرام روسیه مجازات پروگرام های یعنی میگن کلشان یک جایی با هم به عیس یک کانسرت در یک کانسرت با هم کار میکنن کار میکنن و در افغانستان نیست در هر نقطه جهان هر مملکت هست بله این خودی جنگ این خودی جنگ دوم جهانی در زنگی پلانداری کنن در انگلیسی به قدرت تو شکست داد در حال که کلش پلانداری بود قدرت به در جالبه جایش در اروپا خود باید در اروپا بیاد و روسیه را قسم اینا قرار دادن قسم جهان هم شد پس پسی بود اینا نه موضوع کلپسین و ربانی و پاکستان اینا کلپسش اصلا مورد سوال نیست اما پلان از این طرف هست ما شما چی بودی فداریم در ایسی پلان از دی یعنی شما میگین که جنگ اول و جنگ دوم جهانی یک ساختگی بود بین شرق و غرب تا یک طرف که تا دیگه طرف جهان را تقسیم کنند بخاطر که تمام قدرت های جهان هست اونا از بین بودن قدرت به
نه یعنی اگر روس ها اگر روسا کتازیا یک جای بود که قدرت تقسیم کنن باز اگه تو بگویم که قدرت در یک جای بره باز دو سه نفره که پارتنر میشه شریک میشن در یک مسئله دزدی به طور مثال واخ باز نمیخوای که دزدی کنن برای یک کس دیگه کلشه بده یعنی اینال که شما میگین که یا کلشان یک جایی کار کردن اینال روسا یک قسمت باید گرفته باشن چرا اگه ما بگویم روسا و اینا را کلش کشیدن اما یک جای هم بودن رفیق بودن باز همون موقعیت منطقی شاید از بین بره نه او صحیح این رقم میتونین بگوین منتها پیشتر گفتین که اینا گرفتن منتها یک قسمت جهان خواستن پاسف نگاه کنن که اینمی آسیا بود یعنی به این معنا که روسا را هم در موج تیلا کردن بله یا اونا موجوده که موجودیت اینا در بر داشتن با وقتی که پروگرامشان با وقتی که اینا در بر بهش باشتن وقتی اینا رو فکر نکنه که از خود آمدود یا خودی ندگر کسا با خودت خود اونا رو بکنه کل اونا از طرف دا از بالا از خواهی خویاوی کل از اونا افادت یعنی منظور شماست که امریکا و روسا و اینا که کلشان پارتنر بودن و تقسیم کردن دنیا را بازده ای دوره دیگه ناسازگار شدن که احمد شاه مسعود یک طرف کمک کرد یا ایست که هنوز هم یک ترک دیگه بود یک چال دیگه بود که احمد شاه مسعود گلبدین اینا را استفاده کردن که باز یک تقسیم دیگه بین هم کنن چی؟ نه ما درک ما هیچ ناکامل هست بخاطر ما نفهمیدم کدام جهتش یعنی یا یک نیرنگ دیگه بود یا ایست که این دفعه راستی جنگ کرده بودن نه جنگ هیچ وقت جنگ راستی نیست همیشه نیرنگ جنگ وقت جنگ بود جنگ نیرنگ بود بروش جنگ هست این جنگ استرالوجی جنگ نیرنگ بله ها بدون شک ما بله بفرمایید وقتی که من مکسل من هستم ما وقتی که مواد مفروشم باید که سمر برش پیدا کنم مارکتینگ باید کنم بله. وقتی که سلا در کمپنی ساخته میشه برای سلا باید که سمر پیدا شد سری باید پیدا شد بله. این قسمت گپ شما ما این قسمت گپ شما را زیادتر میفهمم هم نظر استم قسمت های اولی را ما درست نفهمیدم از این خاطر گفتن هم میتونم که همراه شما هم نظر استم در این قسمت شما ما هم نظر استم حکومت امریکا یک حکومت است که یک سیستم است در امریکا در امریکا رئیس جمهور میآید تنها منیج میکنه اون سیستم ها. بیرون از این سیستم کدام کار کردن نمیتونه به همین خاطر که در پالیسی های امریکا با تبدیل شدن رئیس جمهور ها کدام تغییرات بنیادی در پالیسی جهانی و خارجی از اینا نمیآید و در پالوی از اینکه حکومت امریکاست ما فکر میکنم در بسیاری قضایا حکومت امریکا اصلا دست نمیداشته باشه کمپانی های کلان زیجه که به اندازه کشورهای با قدرت پول دارن سرمایه دارن و اونا منطقا میسنجن که در جای دنیا چی است چطور ما میتونیم ارزان به دست بیاریمش چطور میتونیم اگر بفروشیم قیمت بفروشیم با منفعت بگیریم یعنی فکر میکنید که قدرت امریکا مجزا از قدرت کمپانی نه ما پیشتر عرض کردم که امریکا یک سیستم است و این سیستم اگر شما رئیس جمهور امریکا هم امروز شوین بزرگترین مسئولیت لوجستیک تمام دنیا با شما تعلق میگیره شما فکر کنین که امروز شما در امریکا تشریف دارین بلیان. چند میخرین در جایی که شما هستین یک گیلن تیلر $2.04 شما $2.34 که میخرین اگر امی را بخرین $10 یک کمک کار میشن یا نه؟ کار میشن نه؟ نه ایناله نه منظور داشتم اگر یک موتر داشته باشی وز $2.5 $10 تیل بخری بسیار کار میشی سر امی حکومته که سرش کار هم هستی که میگی که این امی دمی جنایت صداره امی خودت که دمی جهستی سرش کار میشی ما هم کار میشم غیر مستقیم ما و شما در دوزی شامل هستیم و اوکیام میکنیم چرا اگه این کار نکنن ما خودت خود پیزه میوازیم
یعنی من میره نگم از اولاد من در این امتراز کلام میشه. من بخاطر آرامی اولاد خود، بخاطر آرامی خانواده خود چیز قبول داریم، سپورت هم میکنم. یعنی شما مخالف از این حکومت هستین یا نه؟ نه. خواهی مشکل آسان میسازه. یعنی شما دمی طرف زوراور خود گرفتین، خوش آمستین، منفعت ها میبرین، اما دلتان به غریبان میسوزن، میگین ولی اگه میشد که همون غریبان زندگیشان خوب باشه، نه همه طرف. اینال آقای یکی میگم، دنیا که هست عدالت نیست، بلانس دارد. بله ای گپ شما ما ای گپ شما را ما زیادتر فهمیدم مکت شما در ای گپتان و موافق هستم. واقعا به اساس عدالت نیست، به اساس یک توازن. اگر نه یک گشتکک نمیتونست کور بیا یک آقا دیگه مثل بکل بیا یک کلنگ یک دیگه غریب یکی معتبر یک گوسفند باشه که گرگ بخورش نه همون ای گپ شما در این ما میفهم چی میگن. اما زیاد خوش شدم دوست عزیزم. بله ها. اینی که ما تن اطراف بنده باشه، یعنی از طرف خداوند اصلا اون چیز بر ما داده اونو باید قبول کنیم. اینیشه باز من نفهمیدم، اینیشه ما باز نفهمیدم که اینا لگه ای بگیره و از طرف خدا بگیرم و باز جنگ ما و شما بلا تشبیه بر علیه خدا شروع میشه که او خدا ای چی رقمه. اما دفعال که شما زنگ زدین که مشکل اصلی را باید بگوی، یعنی که امریکا را باید وضاحت بتی با مردم که مشکل از اینجا است. ما فکر کردم که شما بر علیش هستین، حال شما بر علیش نیستین، شما یعنی دامی جهت هستین، استفاده میکنین، منفعت میبرین و در او صورت باز نمیتونه که دلتان به غریبان بسوزنه یا کمه که چی میشه؟ conflict of interest میشنه؟ منفعت ما با منفعت از نو در جنگ میشه؟ یکانه که از من نیستم، بله. کلگی موشو باستیم، حتی از این کار میتونه اینا دستکار نیستم، کلی موشو ما می نظره داریم؟ نه، ما این نظره ندارم، در دو قسمت که ما با شما هم نظر بودم گفتم، اما ما در قسمت مسائل دیگه که مثلا امریکا یا چطورکایی هست اینا ما اون نظر ندارم. اما معلومات شما یک معلومات جالب بود و نخبه بود. ما یقین دارم که هموطنهای عزیز ما شنیدن. امی برنامه ما در واقع برنامه شماست که شما میاین نظر خود ابراز میکنین. یکان چیز است که ما او رو نمیفهم، بنابراین ما سوال میکنم که احتمال داره دیگرام سوال داشته باشه. اما بسیار خوش شدم دوست عزیزم. ما اولین کارتون پروگرامای شما بیشتر شروع شوه، بیشتر اعلان کنید. آها. متأسف کنید. تشکر. همیشه نفر چهارم پنجم از پروگرامای شما رو تشکر دوست عزیزم. زیاد خوشحال شدم. بازم رایتون کرد. به خیر باشه دوست عزیزم. زیاد خوش شدم. خوش باشم. تشکر. دوست عزیزم شفیع یارستم بفرمایین روی خط هستین، خدا معرفی کنین. خدا معرفی کنین روی خط هستین دوست عزیزم. الو؟ بفرمایین دوست عزیزم روی خط هستین، بفرمایین. میشنوین؟ ما شما رو میشنوام. احتمال داره تلفن شما کدام مشکل داشت. من شما رو میشنیدم اما فکر کنم که شما ما رو نشنیدین. شفیع عیار هستم دوست عزیزم، بفرمایین خدا معرفی کنین. سلام علیکم، خسته نباشید. سلام عرض میکنم، شما خسته نباشین، بفرمایین دوست عزیزم خدا معرفی کنین. تشکر آقای، سلام برای شما و برای بینندگان عزیز. من عباس گلزار هستم، از ایران زنگ بزنم. آقای گلزار بخلیم یک دفعه دیگه ما شما یادم آمد گل گلزار که قصه گل گلزار رو برتان کردم. بفرمایین آقای گلزار. سلام عرض. تشکر دوست عزیزم. شما فامیل محترم کلگی خوب هستن؟ کلگی خوب هستن، سلام عرض. تشکر. البته همه این خواب هستن ساعت چهار. راستی ببخشین. تشکر. بفرمایین آقای گلزار. آقای اگر من فقط در مورد برنامه شما اگر وقت ما رو بگیرم اکثر صحبت کنم. بفرمایین.
بفرمایید. دیگه برنامه شما مثلا اگر تغییر بیتید وقت کنم مثلا در روزای جمعه یا مثلا روزای شنبه یک شنبه کنم وقت یک در وقت اروپا و مثلا آسیا و جا کم در بهتر باشه خیلی خوبه چون علاقه مندای شما خیلی زیاده سبا در متاسفانه چون دیر وقت روز جمعه میشه پس میشه بگم بقیه همه مردم خواه هستند و بیش دان کسری کار و مکتب اینجا میره بله ها همزو خاطر از داره ما این کار میکنم ما ببینم که با چی رقم چون ما در مقابل وقت میجنگم بله بله ما دمی فکر هستم که چی رقم یا این برنامه وقت تغییر بده ببخشین یا یک برنامه دیگه بگیرم که خوب باز یک مشکل وقت دارم در اونو یک ذره چیز اما ما گپ شما را در فکر خود میگیرم و گرفته امام ببینم که چطور رای حل پیدا میکنم. تشکر خیلی میگنیم. یه یک مشکل دوی است که من آقای ایار از همی افغانای خود در خواهش میگنیم کسایی که مثلا همی تشتفانی یا مثلا همی حکومت اینا را ساپورت میکنن اینا را زیاد نگیرن. مثلا میتونن در همی سازمان ها بگی شما دارین در مورد دم از یک سال داشتیم که همی چی رقم شد خود شما جلسات شما در آمریکا و کانادا اونجا بودن بله اروپای نبودن نه؟ بله مردم بیه شما ببینیم چقدر مردم علاقه من میشم چون یک اکثریتی که مثلا میشه ما باری پنج سال شش سال که در اروپا آمده نا مو پاسپورت دارن نداریم که بله ها فقط اگر اونتا قبولی داده که قبولی ما همه کل اروپا رو میتونیم بگردیم حتی تا انگلیس بخواییم بریم برای ما باید یکی دمه رای کنیم بریم بله ها بساخت یک اینمی یک اینمی در مورد دیمی چیزی از انقدران رو خواهش میکنم بیاد مثلا همین مثلا میتونی سازمان آب و یا مثلا همین برادران پشتینی ما اونایی که وطن پرست هستن اونایی که میستن که اونا مدخص راشون بیدار بله ها اینا برای خودشون یک سازمانی یا به سازمان شما بسیلنده یک سازمان برای خودشون جر کنه دیگه چی کنه همین یک کار کنم بلاخره همه اوانه همین حکومت اول که سرنگون شد اگر نشد و افغانستان وضعیتشون بهتر شد چون همین مهاجرینی که آمده مثلا یک میسی خودیم با هر کنواز دمی اروپا دمی جرمنی بشورای اسکندنوی وضعیت مهاجرینی قدر فرد استن آقای یکیش مکی خودیم ولی خب راست خود رو شد تشتار پیش آمده نه؟ بله ولی که ببینیم مردم همین خانواده ها همین جنا در کم هم سیدونی و خدا هم قدر برشان پیسه نان میدن که اونو میخورند و اون لباسشان هم باید هم از لباس های از کلیسا و از طرف باید برخواست بله باز در موضوع شرایط هم بخواد مردم آمده ولی بازی اشترسانی خواهیم دیلشان هست که اینا رو پس ببره که آمده جرمنی پیسه گرفت ولی قرار از کنیدگی باید مثل روزی 50 نفر هست یا مثل ماهی مثل 50 نفر باید خانواده یا غیر خانواده فرمان بکنه اینا رو پس ببخواد آیا که در افغانستان کاملا کاملا تشکر آقای گلزار بله خواهش میکنم یک چیزی که خودم بخواهد در یونان آقای هم از او آدم های هستم که با پیسه دار نیستیم بله خودم یک پرسون که از ایران آمدن در دیدن خود رستم ما از یونان تا سالیار پنج تا دستیری از امی عجر شرخای متخصیص در کلان بله. زیر از اینا به خود آمد. در پنج سال دیر مدر بورم در روی از اون خیرهای مدر شیشته بود که اکثر دیر مدر بکرد. بله ها. خیر دور میکنه نه؟ بله ها. بله ها. در روی انگیل خود گرفتن در آمدیم. من منظور ما میست. مردم در چی باید بخشیده. خود ما که مجرد داریم تنها بدیم آمدیم. خیلی خانواده می آمدن داخل کامیون داخل درای اخشالی. خیلی نیست نفرشون به این رو از بین رفته ولی متاسفانه این که مثلا تشتفتی یا مثلا ایزای دولتی به اینجا اینا هیچ بور رو هیچ ندیدن و این نشیندم شدم شینده باشه ولی برادران فرق نمیدن یه بازم برادران جیم خواهیش کنن انسانیت خوب روم نشده ما الان درسته مثلا پرستی هست ولی انسانیت رو باید در نظر بگیریم یک کار بکنن که اینا مثلا چیزی که فشار برسه از اینکه این مهاجرین از اقل پس طرف نه اینا این همه حالا که حساب کنی شش هفت کار اومده اینجا فقط در یک روز در کابل تا میکنه با سپایش هم
بله. بسیار تشکر آقای گلزار. ما یکم در موردش یک گپ میزنم. بسیار خوشحال شدم دوستان سلام بگوین. ما فکر میکنم که خب ما سوالای شما را در فکرم گرفت. بفرمایید دوست عزیزم شفیع عیار هستم. سلام علیکم دوست عزیزم، شما خوب هستین ان شاء الله؟ خیرتی جان؟ آقای احسان چی حال دارین؟ صحت شما خوبه ان شاء الله؟ احسان جان، یگان دفعه آدم که بحث میکنه یگان خود یگان سوال بس برن که میباشه، اما به هیچ وجه نه. ما 5 سال است ما گوش کو ما این طرف شما خودت خوش دارم نه و شما عمر صاحب تاسو میکنین اگر چی داره شخص دیگری هست و خودش پایل نظر ما آقا میگم که شما غلط درک کردید مرا. بله چیزی که مشکل شما هست یا غم شما هست از ما هم هست کاملا شما غلط فکر کردین که انسان ما هم به شما بسیار هم نظر هستیم به این مسائل. بله برنامه ها زیاد هست و مردم زیاد. بله ما احسان جان یک ثانیه، به خاطر از اینکه دوستایی که میشنوه اینا این قسمت قصه را خبر ندارن، جناب احسان و همراه ما یکی دو بار در تلفن صحبت کردن و ما فکر میکنم یک سه چهار روز پیش با هم یک گپ زدیم و در تلفن که شما میکنین یگان دفعه ما جست میگیرم، باز یگان دفعه نمیباشم که شما خدا ناکرده فکر نکنین که من تون یک کس جواب نمیدم. از امی هر کس که بیایه مامور میگیرم، وقتی که هستم احسان جان تلفنش گرفتم با و از اینا شاید که یک پنج سی دقیقه صحبت کردیم، یک سه شد که کمک درشتر شده که صحبت و احسان جان کم ناراحت فکر میکنه که من خفه نشده باشم به هیچ وجه. اگر مو دقیقه کمک گپا درشتم باشه باور که احسان جان که اونمون لحظه است. من یک وظیفه دارم در اینجا که ما میایم، اینجا خب مرا کس ناورده، مرا پیسه نداده، مرا ما وظیفه نداده که بکو، اینجا وجدان مرا از یخنم کش کده آورده و یک درد که اگر بتانیم ما بکنیم. اگر خب شما در کالیفرنیا هستیم؟ بله آه بفرمایید. شما خب مرا میگینید بیا دیگر بای ما نمیت هستیم ناخوش. بله آه برای ما مشکل ما نیسته که در افغانستان مشکلات تبیزی گفا باید نباشنی کاملا و مال خوش مامن ما گفتیم که بی افغان یک پارچه شده هر کس حق خلاش نباشه، هر کسی نامیر نشده کاملا یک فرد فرد ما بکرده. ما تر گوشت و ما حامل تر بزر خوش دارم خوب. بله هم در تحصیل تکنی ما تر خوش دارم. بله بله از حامل فرد زنده شده بگه کسان با جواز کرم با اسکر شده ولم ملای هم تراخ ما از او خاطری بکنم بکنی ترسم و باستم بازی خاطر. زیاد تشکر احسان جان، ما خوشحال هستم که خودت زنگ زدی عمیق گپ برم زدی و در امی تلفون ما یک مسیج دارم که در روزا در برنامه خود زیاد میکنم. یک آقا یک روز زنگ زد و انتقادم کرد در سر یک مسئله، ما امور برش تشریح کردم مگر ما وقت نداشتم که دیر باشم، ازش معذرت خواستم رفتم و ای بسیار انتقاد به شدت کرد. باز که پس آمدم سبایش چک کردم که یک مسیج مانده بود و بسیار معذرت خواسته بود، گفته بود که آقای عیار ما متوجه گپ شدم، راستی ما اشتباه کردم و ما زنگ زده میرم که از خودت معذرت بخوایم، وجدانم نمیمانیم که کتت گپ نزنم و ما واقعا از او بسیار خوشحال شدم. امیال که خودتم زنگ زدی بعد از اینکه تلفن ما خلاص شده، خودت یک کم از سرش چرت زدی، فکر کردی که باید این را ترمیم کنم و این یک چیز خوب است، کلگی ما باید کنیم، این یک حسن نیت است، یک حسن نظر است و در ضمن یک بزرگ منشی است. ما کلگی ما وقتی که گپ میزنیم، ما منظورم نیست که خودت اشتباه کرده بودی، حتمی شاید ما هم اشتباه کردیم، خدا ناکرده منظورم این نیست، مگر نظرات ما که
نظرات بد نیست. نه، نظرات خودت نه تنها که بد نیست، بلکه نظرات دمی دو دفعه که ما گپ زدیم، یک آدم روشن هستی، یک آدم خیرخواه با وطن هستی. در قسمت هموطنهای پشتونم بگویم، همی یک کار موی کمتر از کس ندارن. و تنها مشکل ما ایست ایست که یک تار موی زیادتر هم از کس ندارن. ای را باید کل ما قبول کنیم. اینمی ما از امی خاک پای پشتون کده زیاد نیستم، از خاک پای هزاره، از خاک پای ازبک. ما پاک خاک پای یک دیگه نشیم، وطن خود نجات داده. اما این زورگویی و اکثریت بینی در کل ما باید از بین بره. و این میره متاسفانه هم وطنهای پشتونم یک یادشان داره که فکر میکنن ما اکثریت بینیم. ای را باید ما بر علیش کار کنیم و ما ای را با وضاحت میگم. آیا ای به این معناست که ما خدا ناکده بر علیه هم وطن پشتونم هستم؟ نه. تا زمانی که ما در وطن خود یک عدالت اجتماعی نداشته باشیم، حقوق مساوی نداشته باشیم، ما به هیچ وجه نمیتونیم که مصدر خدمت کنیم. همی برادرم آقای گلزار که زنگ شما تیز آمد گرفتم، اگر نه اونا همی گپره که در قسمت هموطنهای پشتون زدن که اینا باید پشت پایینین ایلا کنه، همی گپ از یارم من یک کمک میخواستم تصحیح کنم که منظور ما و منظور آقای گلزارم بود که کل پشتونا نه، یک یاد مدوده. به خدا این همیال کسی که از اشرف غنی دفاع میکنه، از گلبودین دفاع میکنه، از گلبودین اگه دفاع میکنه، از ملا عمر. و این نه به نفع پشتونه، نه به نفع تاجک. و امروز احسان جان خودت میفهمی، خودت از سمت شرق افغانستان هستی، خودت بیبی که چقدر نفر در شرق و در جنوب مملکت کشته میشه. حال جنگ نه و در شمال هم رفته مردم کشته میشه، اما 10 سال اول تمام قربانی، اکثر قربانی از ایجا. چرا؟ اگر پاکستان دوست یک قوم باشه خب باید کار نمیشد. اینا از او خاطر ما امرای خودت بسیار هم نظر هستم. سپاس میکنم که زنگ زدی. ما لاین های دیگه خودم میگیرم. باز در آینده ما شما گفت دیگه تماس هم داری نه تا که لاین شما هسته وزیره که گل میکنم لاین دیگه میاید. اونایی که زنگ میزنه واره ما دیگه دیجه گرفته نمیتونم تا که شما چی نباشین. شما در لاین مثل که پیشتر آقای گلزار بود، اگه شما زنگ میزنید من شما را گرفته نمیتونم. آقای گلزار کیست؟ گلزار یک هفته آقای گلزار یک هموطن پیش از شما تلفن کرده بودن، از سویدن هستن، یک هموطن ما شد. اونا زنگ زدن نظرات خودش شاید شما نشنین، اونا نظرات خود ابراز کردن که چی رقم اونا فکر میکنن. مثلا شما نظرات خود یک هموطن دیگه تا حال یک چند نفر که زنگ زد، همین برنامه لایف ما بر عزیز که شما نظر خود، پیشنهاد خود، انتقاد خود و دعوی خود را دیجه چی کنید. ما خودم دیگه شب از خود تازرده شد. ما گفتیم که همه آقای هر ما رو میگید برانید. مگر ما اشتید نمی که ما نظر میدیم که دوی گفا باید نباشیم. نه، دیشب خب دیشب ما دیگه سرش تبصره نمی کنم، چون که او بین ما خودت بوده و باز زیاد وقت میگیره دیجه. اما اگر شما در کدام چیز متاثر شده باشین، احسان جان عزیز از شما معذرت میخوایم. هم وطن گلم بخیر باشه. احسان جان گلم سلام بگو دوستاره. معذرت خوش دارم. تشکر برادرم. این یک هنر است که در مملکت ما کمتر پرورده شده که سر مسائل گپ بزنی آزرده نشی. اگر یک چیز ناخراش به وجود آمد دوباره سرش گپ بزنی، اموارش کنی. منظور ما و شما این نیست که یک دیگر را تیله کرده بریم. در تیله کردن یک دیگه ما هیچ کدام ما برنده نمیشیم. اما یکان دفعه در امی افهام و تفهیم و گپ زدن میشه که یک نفر دیگه نفر تیله کنه. و ما خودم بارها پشت سر تیله شد، ولی ما این را تعمل میکنم به خاطر از که اگر بخوایی که یک کار در افغانستان شوه باید قدرت و جرأت و وقت دیدن به خود. خب البته یک آدم در یک روز 4 ساعت داره و ما برای خودم باید کار کنم، اما تا اندازه که میتونم باور کنین با حوصله مندی گوش میکنم. از هر هموطن خود یک آن دفعه مردم دوام زده مانده میش دوام در یک گوش کردیم.
و بعد از او باز که تقیب زدیم. مثل نکدیم که مام یک چار پین دودیم که برای از ما فکر کنه که ام یک کارم منصفانه بود و او مره دوزد ما او را. ما او کار را که تمردم نمی کنم. ولی برحال دو سایزم لین باز استش. ما میتونین زنگ دین تا زمانی که شما تلفن میکنین برای شما بگویم که امی توافقنامه که با آقای حکمتیار بود امضا شد. ما برنامه هفته آینده ایم تحلیل از این مسئله است. هموطنان عزیز ما دسر از این مسئله شاید یک تا ناخوش باشه، یک تا خوش باشه، یک تا دیگه بی‌طرف باشه. اما ما شخصا از این توافقنامه که گلبودین به اثر از او بیاید در کابل کدام حراس ندارم و کدام تفاوت هم نمی کنن. اینقدر خواهین که در او جهست آقای حکمتیار هم در او جمع میتانه که علاوه شود. آیا آقای حکمتیار میتانه که مصدر خدمت دیجه شود؟ نمیتانه شود. آیا میخواید که شود؟ ما فکر نمی کنم که شود. و آیا آقای امی گلبودین حکمتیار قدرت تغییر میته و نفع حکومت نه؟ به خاطر از اینکه آقای حکمتیار تقریبا تمام موره های را که داشت بازی کرده اید در 15 سال و تمام لاولشکر هم اگر داشت او را دمی جان قرار داده بود و امی کسایی که در افغانستان می جنگه یا از طرف کدام افغان رهبری نمیشن. حتی سیایه ما بر شما یک روز میمانم نفر کلان سیایه که در افغانستان و پاکستان کار کرده بود گفت که دفترهای طالبا در دفترهای آیسای یک جای است. یعنی در امو بلدنگ دفتر دارن. یعنی امی مسئله که کی در افغانستان بره و چی کنه و کشته شوه اکثر از این از امو جا قمانده میشه. بنان که آقای گلبودین باشه یا نباشه کدام چی نیست. تنها یک تاثیر داره گلبودین. این را باید نادیده نگیریم. امی که میایه میتانه که یک روحیه به طرفدارای خوده. یعنی اینم ما آمدم. و در این زمان میتانه همچنان که بر علیه افراد فعال خود کار کنه. به این مانا که حال شما میفهمین که این در چند بخش در خوده. این کسایی که در او بخش ها رئیس هستن یا رهبر از او بخش ها هستن و حال به این عادت کردن که خودشان نفر کلانترین باشن و یا خوش ندارن که دوباره تحت تاثیر آقای حکمتیار باشن. بنان آقای حکمتیار احتمال داره که اونا را یک کم دورتر بسازه از ترس از این که مباد آقای حکمتیار تمام قدرتشان پس و خود بخفه. تو یا میتونن به جهتهای مخالف آقای حکمتیار بپیوندن و این میتونه که در افغانستان حتی غیر مستقیم به نفع مردم ما تمام شد. ولی ما نه در این کدام چیز بسیار مثبت و نه چیز بسیار منفی میبینم. اما این برای حکومت افغانستان یک لکه ننگ است. یک جایی است که آقای اشرف غنی در روی خود مالید و ما فکر میکنم که با امی توافقنامه که بعد از 15 سال که در دوره سال که در گذشته چی کده بود آقای حکمتیار در دوره سال یه قدر بمپراند با او سیاکاری های کرده و سیاکاری ها تمامش در روی آقای اشرف غنی میره. به طور مثال آقای سیاف که پیش از 15 سال چی کده بود؟ طور جهاد یک میگم خوب یک میگم بد. دیگر هم آمد تا. اما دمی 15 سال آقای سیاف دست به انتحار نزد. دست به قتل و کشتار نزد. در امی حکومت آمد همینجا استاد شد. بر علیه پاکستان. اما ترکایی حزب جمعیت. اما تر حزب وحدت. اما تو اکثر هم وطنهای ما. اما آقای حکمتیار جزو سه خائنه بود که در پاکستان شده بود. از اموج وظیفه می گرفت. از اموج نفر رایی می کرد. از اموج قتل و ترور می کرد وطنهای ما را. بنان امی سیاکاری هایی را که دی 15 سال کرد پیش از او کده بود می تانست استدلال کنه که دوره جنگ بود. کت مسعود بد بودم، کت بستم، کت گلمجم، کت اینا. اما دی 15 سال هیچ دلیل نبود برای حکمتیار و یا هیچ کسی که دست به ترور بزنه، دست به قتل بزنه، دست به فروش مملکت ما بود. هر کسی که کار کرده جز یک خیانت با مردم هیچ کار نکرده. و دو سه نفر در راست آقای اخوانی، آقای ملا عمر که شما فکر کنین
یا اینقدر نوکر بودن که دو سال از مردنشان یا کشتنشان تیر شده بود، یک افغان خبر نداشت، بچه ایشان خبر نداشت، بچه اقانی خبر نداشت که بابش وقت آیسای خفه کرده یا کشته یا مرده، و نه هم بچه ملا عمر خبر داشت. یعنی تا اینه قدر یاد تسلط خارجی ها بودن. این حال آمدن آقای گلبودین باور کنین اونمو قرضش داره که مردن آقای ملا عمر. آیا بعد از مرگ ملا عمر کدام تأخیر در قتل و کشتار و عملات طالبا دیدین؟ به هیچ وجه نه. یعنی ملا عمر هیچ ارزش نداشت. آیا با مردن اقانی کدام تغییر سر سوزن در عملات انتحار و قتل و کشتار شبکه اقانی دیدین؟ هیچ. یعنی مانایش چیز که سر سوزن ارزش نداشت. اگه یا واقعا رهبرای واقعی می بودن و تلاش از اینا می بود که یک نتیجه میداد، اینا حال اینجا ما شما متوجه میشتیم که بلا کلم و بدبختی از دست دو نفر بود. این از روزی که آمردن فضل خدا آرامی شد، از روزی که آمردن جنجال زیادتر شده، قتل و کشتار و ترور زیادتر شده نسبت به ای که کم شده باشه. بنان ما هیچ نقش فعال که لازم که از او بترسیم در افغانستان برای گل بدین من نمیبینم. تنها یک روی سیاییسته. همین 15 سال گذشته آقای کرزی اشرف‌غنی تمام مقام های با چوکی های بلند به همین مردم دادن. حالا ما همین برنامه که بسته و ولسوالی را کماندان های ساختگی مفروشه، جنرال رتبهش با پیسه خریده میشه، اونا با مراتب بر مملکت ما خرابتر و خطرناکتر است نسبت به ای که آقای گلبدین در جمعه یا نمه. همین گلبدین رئیس جمهور، گلبدین چی میتونه؟ چی زیادتر میتونه؟ تا آقای اشرف غنی و کرزی امور نکده باشن کدن هم اینا. یک بیادرش 300 میلیون داره، دیگه بیادرش 300 میلیون بیلیون ها دلار دیگه در افغانستان آمد گم شد. نه تنها که بیادرهای از یا از جبه مقابل هم آقای فهیم یکی از فیصدارترین آدم ها فوت شد، مثل از این دیگرهایشان هم، و مثلا یک آقا به نام من نمیفهم در افغانستان پیدا کرده از دیگه جای آورده. تنها 900 میلیون دلار در یک پروژه اینوست میکرد کسی که از بانک جا بانک افغانستان باشم چندین ده میلیون دلار قرضدار است با پیسهش نداد. بنان این تغییرات کدام تغییرات بنیادی نه به نفع مملکت ما نه در مقابل مملکت ما به وجود میاره. ما وقت برنامه با آخر رسیده دوستای عزیزم، خوشحال شدم، تشکر از وقت عزیز شما و تا پنجشنبه آینده که دوباره در خدمت شما میباشم لطفا دوستای خود در جریان بگذارین. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. یکی دو دقیقه وقت را امیدوار استم که اتاق تکنیک ما بیره بشنوند که نشه که ما ایجا قطع کرده باشم و اونا هنوزده اوجه همون تکنیان داشته باشم.